اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. هفته صبح تهران. خانم آقایان سلام، صبح همه شما شنوندگان عزیز بخیر. من علی همدانی هستم، این چشم انداز بامدادی بی بی سی است. بسیار خوش آمدید. بحران کرونا همچنان در صدر خبرها، 16 میلیون نفر در ایتالیا در قرنطینند. خیلی از جاها تقریبا نیمه تعطیل و حتی تعطیل خیلی از شرکت‌ها دارن به صورت مجازی کار میکنن. در ایران گزارش‌ها حاکی از کمبود امکانات پزشکی در برخی از شهرهاست. تناقض در شمار قربانیان ویروس کرونا بر نگرانی‌ها دامن زده و همینطور جهش تعداد مبتلایان در استان‌های شمالی ایران. مردم مازندران دارن نابود میشن، دریابیدشون. جاده رو ببندید، بذارید یک هفته آرامش برقرار بشه. ما امکانات ما محدوده. و در افغانستان گزارش‌های ضد و نقیضی از برگزاری دو مراسم تعلیف ریاست جمهوری به گوش می‌رسد یا تعلیق هر دوی آنها. می‌پرسیم آیا اشرف غنی و عبدالله با هم کنار می‌آیند؟ همه پس از مشروع خبرها از مینا جوشقالی. سلام و صبح بخیر. با مرگ 133 نفر دیگر، شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایتالیا به 366 نفر رسیده. در شمال این کشور 16 میلیون نفر برای خروج از مناطق قرنطینه شده نیاز به مجوز دارند. در فرانسه این بیماری تا کنون جان 19 نفر را گرفته و در بریتانیا 278 نفر مبتلا شناسایی شدند. در آمریکا با شناسایی 14 مورد مبتلا، در ایالت اورگون هم وضعیت اضطراری اعلام شده است. وزارت بهداشت ایران آمار جدید قربانیان ویروس کرونا را 194 نفر و مبتلایان به آن را 6566 نفر اعلام کرده. یکی از نمایندگان استان مازندران در مجلس در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور خواهان اعلام وضعیت قرمز در این استان شده. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت گفته دولت در حال بررسی طرحی برای برخورد قانونی با افرادی است که توصیه‌های بهداشتی را جدی نمی‌گیرند. اگر اقلیتی در جایی به هر دلیلی نخواهند نکات بهداشت عمومی رو رعایت کنند، دولت و سایر نهادهای حاکمیتی که به هر حال می توانند از ابزارهای قانونی استفاده کنند برای مجاب کردن یک اقلیتی که ممکنه به هر دلیل به رعایت این موارد تن ندن. محاکمه 4 فرد متهم به سرنگون کردن بوئینگ 777 هواپیمایی مالزی بر فراز اوکراین امروز در هلند برگزار می شود. 3 نفر از این افراد شهروند روسیه هستند و بازرسان می گویند موشک زمین به هوایی که 6 سال پیش هواپیمای مالزیایی را منهدم کرده از پایگاهی در روسیه شلیک شده. روسیه این اتهام را رد می کند. 2/3 سرنشینان پرواز MH17 شهروند هلند بوده و به همین خاطر رسیدگی به این پرونده بر اساس قوانین قضایی این کشور صورت میگیرد. خشایار جنیدی گزارش میدهد. هر 4 فرد فراخوانده شده در پرونده پرواز MH17 متهم هستند با شلیک موشک به سوی هواپیمای مالزیایی همه 298 سرنشین آن را به قتل رسانده اند. 3 نفر از متهمان از افسران سابق اطلاعاتی روسیه هستند که از مقامهای منطقه جدایی طلب دونتسک در اوکراین بودند و نفر 4 از فرماندهان محلی در این منطقه است. معلوم نیست متهمان در دادگاه حاضر شوند، هرچند یکی از آنها با رد صلاحیت دادگاه گفته وکلایش در محاکمه حضور خواهند داشت. و سازمان‌های امدادی حاضر در یمن درباره به وجود آمدن بحرانی جدید در این کشور جنگ زده هشدار می‌دهند. تشدید جنگ داخلی 5 ساله در روزهای اخیر 10,000 نفر را آواره کرده و دسترسی به خدمات پزشکی و غذا را برای آنها ناممکن کرده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته این درگیری‌ها مانع از کمک رسانی این سازمان به افراد نیازمند آن می‌شود. صبح 19 روز از اسفند، همه شما شنوندگان عزیز بخیر. خدمت شما هر کجایی که هستید سلام میکنم. باورتون میشه که 11 روز مونده تا پایان سال؟ واقعا نمیدونم آیا شب عید رو، اون بوی مخصوص شب عید رو حس میشه کرد در ایران یا نه. امیدوارم آماده رسیدن نوروز دلانگیز باشید، جشنی که به خودش در طول هزاران سال بالا و پایین زیاد دیده اما سر جاش مونده و با خودش نوید تازه شدن رو. همیشه
آورده. گزارش خبری رو اجازه بدید آغاز بکنیم با کرونا. ایتالیا و ایران هر دو در مرکز توجه های جهانن. نخست وزیر ایتالیا دیروز گفته که دست کم 16 میلیون نفر در منطقه لومباردی و همچنین در 14 استان در قرنطینه اجباریان. ایتالیا اکنون بزرگترین محل شیوع ویروس کرونا در اروپا است. در بریتانیا 278 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و دیروز سومین نفر بر اثر شدت بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشت. مقامات بریتانیایی میگویند سیستم پزشکی در بریتانیا آماده روبرو شدن با موج بزرگی از ابتلا به این ویروس است. هشدار جهانی درباره احتمال رکود اقتصادی به دنبال شیوع ویروس کرونا از جمله مهمترین بحث‌های این روزاست. اجازه بدید که با خبرنگارمون خشایار جنیدی صحبت بکنیم در دفتر واشنگتن بی بی سی. خشایار، از آخرین وضعیت شیوع بیماری کووید 19 به ویژه در ایتالیا اول برامون بگو. طبق آماری که دولت ایتالیا روز گذشته منتشر کرد، تعداد بیماران در این کشور 25% افزایش یافته و به حدود 7400 نفر رسیده. ایتالیا در حقیقت از کره جنوبی پیشی گرفته از جهت اینکه بیشترین تعداد مبتلا در خارج از چین در این کشور در حال حاضر وجود دارد. طبق آمار رسمی دولت‌ها 1/4 جمعیت ایتالیا رو اعلام کردن که در قرنطینه هستند در لومباردی و 14 استانی که در شمال این کشور هستن. افراد ادارات تعطیل است. مدارس و دانشگاه در کل ایتالیا تعطیل است. با یکی از خبرنگاران بی بی سی در ایتالیا صحبت میکردم، صحبت از این میکرد در مناطقی که قرنطینه نیستند الان یک مشکلی که برای والدین ایجاد شده این هست که فرزندانشون که به مدرسه نمیرن رو چیکار کنن و اینکه امکان اینکه بخوام پرستار پیدا کنن که بچه‌ها رو در خونه نگهداری کنن ازشون یک مقدار مشکل شده. مشکلات زیاد هست. در ایتالیا همچنین اعلام شده که فرمانده ستاد مشترک ارتش این کشور هم جزء مبتلایان هست، هرچند که او اعلام کرده که در قرنطینه خانگی هست و وضعش وخیم نیست. در کل 366 نفر اعلام شده که در ایتالیا جانشون رو از دست دادن که به طور عجیبی 133 مورد از این افراد در روز یکشنبه اضافه شدن به آمار، نشون میده که تعداد درگذشتگان رو به افزایش است. در بریتانیا هم اشاره کردی که نفر سوم رو اعلام کردن که جانش رو از دست داده به خاطر ویروس کرونا. مشکلات فقط مربوط به اروپا نیست. در اشاره کنم در اروپا همچنین در فرانسه دولت تجمع بیشتر از 1000 نفر رو ممنوع اعلام کرده. در بین نمایندگان مجلس پارلمان فرانسه هم تعدادی از نمایندگان اعلام شده که مبتلا شدن. در مجموع 1120 مورد در فرانسه دیده شده. عربستان سعودی که در منطقه قطیف که اعلام شده که مواردی وجود داشتند منطقه رو قرنطینه کرده، مدارس رو تعطیل کرده، همچنین اعلام کرده که سفر به 9 کشور و از 9 کشور به عربستان رو ممنوع کرده. از جمله این کشورها میتونم به مصر، امارات و کویت اشاره کنم. و در آمریکا هم که تعداد رو به افزایش است و بیشتر از 500 نفر گرفتار این بیماری هستند. از آمریکا میخواستم ازت مفصلا بپرسم، قبل از اون این رو هم اضافه بکنم، خبرهای ریز و درش انقدر زیاد هست، بعضی هاش با نمک هم هستن، مثل دانش آموزان منطقه ووهان چین، جایی که به هر حال این ویروس از آنجا نشأت گرفت. این دانش آموزان قرار بود که از طریق تلفن‌های همراه خودشون مدارس رو دنبال بکنن، اپلیکیشن موبایل براشون طراحی شده بود، اما این دانش آموزان شیطون گزارش کردن این اپلیکیشن رو دست جمعی به اپ استور و این اپلیکیشن ها رو حذف کرده، اپ استور در نتیجه مدرسه برای اونها تعطیل هستش. از آمریکا برامون بگو، میدونم که اونجا هم کرونا خبرساز است همچنان. همینطور است. اورگان 14 ایالتی شد که در پی افزایش تعداد افرادی که مبتلا هستند به کووید 19 اعلام وضع اضطراری کرده. تعداد افرادی که درگیر این بیماری هستند در سراسر آمریکا یک شنبه به حدود 500 نفر رسید و 21 نفر هم جانشون رو از دست دادند. به این نکته اشاره میکنم که یکی از مسائلی که این روزها بسیار در اخبار آمریکا دیده میشه و شنیده میشه بحث کشتی تفریحی هست که در سواحل سان فرانسیسکو بوده، بیشتر از 3000 سرنشین داره و آزمایش هایی که انجام شده نشون داده که بیشتر از 20 نفر از سرنشینان این کشتی تستشون مثبت بوده و قرار هست که این افراد رو به جای سان فرانسیسکو
به اوکلند ببرند، امروز در بندر اوکلند پیاده کنند، در همون کالیفرنیا افرادی که مشکوک هستند و افرادی که باید قرنطینه شن قرار هست با هواپیما به چندین پایگاه نظامی در سراسر آمریکا از جمله در تگزاس فرستاده بشن برای قرنطینه 2 هفته‌ای. یک کشتی دیگر هم در فلوریدا گزارش شده، منتها هنوز اخبار تکمیلی درباره اون در راه هست و به هر حال یک نگرانی جدید هم در فلوریدا هست. در کل در آمریکا نگرانی ها وجود داره. این هم اشاره کنم که سناتور تد کروز، سناتور جمهوری خواه از ایالت تگزاس، اعلام کرده به خاطر اینکه 10 روز پیش در گرد همایی محافظه‌کاران در واشنگتن دست داده با یک فردی که گفته شده مبتلا هست، خودش رو در قرنطینه داوطلبانه در خانه خودش قرار داده تا دوره نقاهت رو 14 روزه رو بگذرونه که مشخص بشه که مبتلا هست یا نه. خودش میگه حالش خوب هست و شانس اینه که درگیر بوده باشه بسیار پایین هست، صرفا جهت رعایت نکات ایمنی هست که خودش رو قرنطینه کرده که به دیگران احیانا منتقل نکنه. این موضوع برمیگرده به گرد همایی محافظه‌کاران در واشنگتن که آقای ترامپ و آقای پنس و دیگر مقام‌های ارشد آمریکا هم حضور داشتن. گفته شده یکی از افرادی که اونجا بوده مبتلا بوده، شناسایی شده به عنوان فرد مبتلا. یکی دیگر از نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس هم بعد از آقای کروز اعلام کرد که او هم خودش رو در قرنطینه داوطلبانه قرار داده. سپاسگزارم خشایار جنیدی از واشنگتن، پایتخت ایالات متحده آمریکا. اما اجازه بدید که برگردیم به ایتالیا. در گفتگو با مسیح شهروند ایرانی مقیم برگامو در نزدیکی میلان که در قرنطینه کامل است، از اوضاع این شهر سوال کردم. خب یکی از شهرهای مرکز شیوع کرونا بود و تقریبا من خودم به شخص 2 هفته هست که در منزل هستم، فقط مواقع ضروری خارج شدم از منزل. و اینکه تو این 2 هفته چیزایی که خب دیدم، شاهدش بودم وقتی خب مرکز شهر بودم، مردم زندگی عادی خودشونو داشتن و خیلی از ایتالیایی ها اعتقاد داشتن که نه مشکل بزرگی نیست و حل میشه و خیلی نرمال زندگیشونو ادامه میدادن. خیلی از رستوران ها بارا باز بود، کارشونو انجام میدادن، ولی خب الان تو این چند روزه خیلی از جاها تقریبا نیمه تعطیل و حتی تعطیل خیلی از شرکت ها دارن به صورت مجازی کار میکنن. و اینکه از دیشب هم که دیگه قانونی شده که قرنطینه کردن. گفتید که قرنطینه آغاز شده در جایی که شما هستین. منظور از قرنطینه در شهر شما چه است؟ شما میتونید از منزل بیرون برید، برای خرید بیرون برید؟ اوضاع شهر چطوره؟ اوضاع زندگیتون روزمره چطوره؟ قرنطینه فقط برای ورود و خروج، یعنی ممنوع شده. چند تا از فروشگاه‌های بزرگ اینجا هنوز باز هست برای حالا تعیین ماهیت زندگی. همینجا در لندن مثلا هنوز به هر حال میزان شیوع به گستردگی ایتالیا نیست، ژل‌های ضد عفونی، ماسک، حتی به هر حال اینا کمیاب شدن. در ایران هم که مدام خبرش رو البته داریم میشنویم، در شهری که شما هستین اوضاع این اقلام چطور است؟ اینجا هم همین مشکل رو ما داشتیم. من چند روز پیش برای تهیه ژل ضد عفونی و دستکش رفته بودم، هیچ جا نداشت، ماسک تموم شده بود. حتی داروخانه ها و فروشگاه پشت شیشه زده بودن که تموم شده دیگه نداریم. ولی خب خوشبختانه فکر کنم 2 روز پیش بود دیدم یکی دو تا از همین فروشگاه آوردن و دارن جایگزین میکنن، هی پر میکنن، میذارن این ژلا رو واسه حالا عموم. خب این خیلی خبر خوبی بود. اطلاع رسانی چطور هستش از نظر بهداشت، آموزش، از رسانه ها، از بورد ها و تابلوهای شهری؟ واقعا خوب بوده. من این چند وقت دیدم هم تو خیابون هم بیلبورد ها همشون دارن این اطلاع رسانی انجام میدن. حتی تلویزیون هم که فیلم داریم نگاه میکنیم، ما بین این تبلیغ و فیلم ها همیشه زیرنویس یا حتی این اطلاع رسانی هاشون هست. شما گفتین که با خانوادتون در یکی از شهرهای شمالی ایران در تماس هستید. به حال از شمال ایران و به طور کلی ایران گزارش هایی که میرسه حاکی از وخامت اوضاع هست، آنطور که مقامات ایرانی هم میگن. چطور اوضاع خودت در منطقه‌ای که هستی، قرنطینه در ایتالیا رو با اوضاع احوال خانواده خودت در ایران مقایسه میکنی وقتی باشون حرف میزنی؟ واقعا خب مقایسه سختیه. اینجا خیلی دارن رعایت میکنن، خیلی پیگیری میکنن و دارم هی میشنوم رسیدگی کردن تو بیمارستانا خب خیلی استانداردش اینجا بالاست. و
ولی خب متاسفانه تو ایران این استاندارد رو نداریم، مردم هم همکاری نمی کنن. خب داریم میبینیم خیلی ها دارن میرن مسافرت تو این تعطیلیا، در صورتی که خب این تعطیلیا اینجا هم این تعطیلیا هستش، ولی واقعا همه در منزل هستن، کارشون رو دارن از منزل انجام میدن، اداره میکنن. خیلی اوضاع خوبی نیستش واقعا. من بیشتر نگران خانوادم هستم، با اینکه بنده خدا اونا هم خیلی تماس میگیرن و خیلی نگران منم، ولی اونا بیشتر در معرض خطرن تا من. خب خیلی استاندارد نیستش، خیلی بیمارستان ها من دارم میشنوم از اطرافیانم تو ایران که بیمارستان ها اصلا دیگه جا ندارن حتی برای پذیرش بیمار، بهشون میگن که برید در منزل خودتون رو قرنطینه کنین و درمان کنین. خب این خیلی تأسف‌باره واقعا، این جای نگرانی داره برای ما. گفتگو میکردم با مسی، شهروند ایرانی مقیم ایتالیا. اما در ایران روز گذشته تصاویر ویدیویی از مردی که در شهر رشت روی زمین افتاده بود و در بیمارستان جایی برای درمانش نبود خبرساز شده. تناقض شدید در خبرهای منتشر شده توسط خبرگزاری‌های حکومتی خود خبرساز شده. خبرگزاری ایرنا ساعتی پیش به نقل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد که تعدادی افراد شناسایی شده مبتلا به کرونا در این استان در 24 ساعت گذشته دو برابر شده و به 1226 مورد رسیده. بنابر این گزارش که بعد از ساعتی از سایت خبرگزاری دولتی ایران هست و بعد تکذیب شد، 21 نفر در استان مازندران جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. همینطور بعد از ظهر روز یک شنبه باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما به نقل از محمد حسین قربانی نماینده وزیر بهداشت در استان گیلان از مرگ بیش از 200 نفر در این استان در اثر ابتلا به ویروس کرونا گزارش داده بود. این خبر در حالی از سوی این سایت وابسته به صدا و سیما حکومتی منتشر شده که ساعتی بعد از آن وزارت بهداشت تعداد کل جانباختگان ویروس کرونا در ایران را 194 نفر اعلام کرد. در حالی که گزارش‌های شهروند خبرنگاران از کمبود تجهیزات پزشکی در برخی از شهرهای ایران حکایت می‌کند، علی شمخانی که در عراق به سر می‌برد گفته ایران حاضر است به این کشور در زمینه آنچه مبارزه با ویروس کرونا خوانده کمک کند. شبنم شعبانی و نگاهی به وضعیت شیوع ویروس در ایران. کرونا از حدود 2 ماه پیش آرام و خزنده خود را به سرخط خبرها و سرفصل دغدغه ها در سراسر جهان رسانده. فصل مشترکی ناخوشایند و نگران کننده. اینجا در ایران وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته نزدیک به 750 بیمار دیگر مبتلا به کووید 19 ناشی از ویروس کرونا شناسایی شدند که رقم رسمی مبتلایان ایران را به بیش از 6500 نفر میرساند. البته نزدیک به 1/3 آنها بهبود یافتند. همچنین از دیروز 49 نفر دیگر دست کم جانشان را از دست دادند و به این ترتیب آمار رسمی جانباختگان به 194 نفر رسیده. هرچند که اغلب کارشناسان رقم واقعی و شناسایی نشده مبتلایان و قربانیان را بسیار بالاتر می دانند. اینم از وضعیت خیابان‌های عمومی. خیابان‌ها و اماکن عمومی در ایران به سنت هر ساله باید حالا که نزدیک سال نوست بسیار شلوغ باشند، اما حالا برای پیشگیری از شیوع بیشتر کرونا شهرها خلوت است. بیش از 22 استان هم گفتند که در تعطیلات نوروزی هیچ خدماتی به مسافران ارائه نخواهند داد. ورودی شهر ایزدشهر مازندران ساعت 6:55 در این حال گزارش شده بسیاری از شهرهای توریستی ایران به ویژه در شمال کشور شاهد حضور پرشمار مسافر است. حضوری که موجب نگرانی شده و در بعضی نقاط به تنش کشیده. این اتمام حجت قاسم احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس در مجلس. مردم مازندران دارن نابود میشن، دریابیدشون. جاده رو ببندید، بذارید یک هفته آرامش برقرار بشه. ما امکانات ما محدوده. و انشالله شما و آقای رحمانی فضلی و دوستانم کمک میکنن قانونی انجام بشه. نشد ما مجبوری مردممونو بگیم آقا آتیش به اختیار، خودتون نجاتتون بدید، خودتون نجات. گزارش شده در استان گیلان بسیاری از بیمارستان‌ها برای ظرفیت خود بیمار پذیرفتند و پرستاران لنگرودی هشدار دادند اگر امکانات نرسد همه در بیمارستان‌ها مبتلا خواهند شد. مرسی پرستار عزیز، خدا برکتت بده. مرسی. روی دیگر داستان اما این صحنه هاست، پرستاری که به مردم ماسک می‌رساند. با وجود تلاش‌ها برای آگاهی رسانی درباره کووید 19 گزارش شده رفتارهای ناشی از وحشت بیماری خود قربانی گرفته.
کسانی که برای حفاظت از خود الکل سرکشیدند یا ژل ضد عفونی کننده خوردند. بحران کرونا اما بر نقاط دیگر جهان هم سایه انداخته. اینجا در شمال ایتالیا این عابران پیاده و این گردشگران انگوش شمار تلاش میکنند به زندگی عادی خود ادامه دهند. اما شهر تقریبا تعطیل است و دست کم 16 میلیون نفر در قرنطینه هستند. attraverso l'evento meraviglioso della trasfigurazione پاپ فرانسیس هم نیایش صبح یکشنبه در واتیکان را بعد از سالها برگزاری تقریبا بی‌وقفه این مراسم آنلاین برگزار کرد. مردم در بسیاری از نقاط جهان دنبال ماسک‌های طبی و مواد ضد عفونی کننده هستند. ماسک‌هایی که حالا اغلب کمیاب و گرانند. چاره ناگزیر اما شاید فعلا تعلیق برنامه‌ها و نشست‌ها تا اطلاع ثانوی باشد. از مجمع جهانی اقتصاد در اوایل بهار آینده در برزیل تا جشن‌های نوروزی ایرانیان در بسیاری از نقاط جهان. همکارم شبنم شعبانی گزارش میداد. میخواستم از همه شما هر کجایی از دنیا که هستید دعوت بکنم تا تجربه خودتون رو در باره ویروس کرونا شیوعش در منطقه شما با ما در میون بگذارید. دیدگاه های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. دو صفر 44 370 412 22 22 شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ماست. بی بی سی شما، شناسه ماست در تلگرام و ایمیل ما bamdadi@bbc.co.uk. اگر تا پایان برنامه هم پیام بفرستید به ویژه از طریق تلگرام یا ایمیل، اونها رو خواهم خوند در ادامه برنامه. خبرهای روز و درشت در مورد شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف ایران بسیار است. بشنویم اونها رو از ناصر مدنی. یکی از نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی ایران در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری خواهان اعلام وضعیت قرمز در این استان به دلیل شیوع ویروس کرونا شده. علی محمد شاعری، رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران، از افزایش لحظه به لحظه تلفات در این استان خبر داده و از حسن روحانی خواسته دستور قرنطینه کامل مازندران صادر شود. محمد رضا منصوری، نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی ایران، میگوید شهر ساوه به دلیل نزدیکی به قم بیشتر از سایر شهرها در خطر بوده و از نظر تعداد مبتلایان رتبه اول را در استان مرکزی دارد. آقای منصوری که خود به کرونا مبتلا شده، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار اعمال محدودیت در ورودی شهرها شده. نماینده مردم رشت در مورد آخرین وضعیت استان گیلان در مقابله با شیوع ویروس کرونا گفته این استان اکنون کانون بحران شیوع ویروس در کشور است، اما امکانات در گیلان بسیار محدود و کم است. جبار کوچکی نژاد همچنین گفته وزیر بهداشت مسیر اشتباهی را در گیلان پیش گرفت. به گفته او درست این بود که یکی از معاونان وزیر بهداشت در تهران مأمور رسیدگی ویژه به گیلان میشد تا امکانات به سوی این استان بیاید. جانشین پلیس تهران گفته با توجه به شیوع کرونا، ماموران پلیس موظف به استفاده از دستکش و ماسک در ماموریت‌ها شدند. به گفته حمید خداوند، به اندازه کافی ماسک و دستکش در اختیار ماموران حوزه‌های انتظامی و ترافیکی قرار داده شده و از آنها خواسته شده تا با توجه به حساسیت شرایط دقت لازم را داشته باشند. و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در سفر به عراق با جعفر علوی، وزیر بهداشت این کشور، دیدار کرده. آقای شمخانی در این دیدار ابراز آمادگی کرده که ایران میتواند تجربیاتی که در زمینه کرونا به دست آورده را به عراق منتقل کند. خدمت شما بگم که در سال 1255 در چنین روزی الکساندر گراهام بل برای اولین بار با تلفن حرف زد. یعنی امروز که تلفن‌های موبایلتون رو نگاه کردید، یادتون باشه که 170 سال پیش در چنین روزی، حدوداً 170 سال پیش، برای اولین بار اولین مکالمه تلفنی انجام شد. این رو بهتون گفتم مقدمه باشه متفاوت از آنچه که میشنویم در 19 اسفند 1398 در روزنامه‌های تهران. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش اول شروع می‌کنیم با بیوتروریسم یا از جهان صنعت، اپیدمی کرونا و کاتالیزوری به نام تحریم از آرمان ملی و نفت اوپک و کرونا از ایران. جهان صنعت اشاره کرده به بیوتروریسم، ماجرا چیه؟ صلاح‌الدین حسنی در این روزنامه به شایعه بیوتروریسم بودن ویروس کرونا اشاره کرده که در محافل سیاسی در ایران پیچیده و برخی در موردش صحبت کردند.
آقای هراسنی نوشته طبق انتظارها و بر اساس سنت معلوف این شایعات اساساً از سوی جریان‌های دست راستی آن هم با هدف اظهار نفرت روانی نسبت به مخالفان و رقبا و همچنین تحلیل ساده مسائل ساخته و پرداخته میشه و بدیهیه که پناه آوردن به زیر چتر توطئه و فرضیه‌های دایجان ناپولونی و غافل موندن از تحلیل درست وقایع فجایع و حوادث هولناکی رو به بار میاره و ما رو از علل و عوامل واقعی حادثه و رویدادها دور میکنه. روزنامه آلمان ملی هم مطلبی منتشر کرده با عنوان اپیدمی کرونا و کاتالیزوری به نام تحریم ماجرا چیه؟ محمد حسین لطف اللهی در این روزنامه بالا بودن تلفات شروع ویروس کرونا در ایران رو بیانگر این دونسته که سیستم بهداشت و درمان این کشور طی چند سال گذشته خسارت‌های سنگینی دیده و ضعف سیستم بهداشت و درمان به خاطر این خسارت‌ها عامل اصلی تشدید تلفات کرونا در ایران بوده. نویسنده معتقده که این ضعف در سیستم بهداشت و درمان ایران در واقع به تحریم‌هایی برمی‌گرده که طی سال‌های گذشته از سوی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی اعمال شده. تحریم‌هایی که به اعتقاد نویسنده از جمله پیامدهاش کمبود دارو، افزایش قیمت خدمات پزشکی و کمبود تجهیزات به روز و کافیه و در این شرایط که نیاز ایران به کمک‌های خارجی مشهوده، حتی دولت ایالات متحده هم دست کم روی کاغذ مجوز مبادلات بشردوستانه با ایران رو صادر کرده، اما برخی گروه‌های تندرو و نزدیک به دونالد ترامپ تلاش می‌کنن که اونها رو منصرف بکنند. نفت اوپک و کرونا مطلبی است از روزنامه ایران. در روزنامه دولتی ایران نرسی قربان به 178 مجلس اوپک اشاره کرده که به دلیل مخالفت روسیه با خواست دیگر کشورها بدون نتیجه به پایان رسیده و قیمت نفت به شدت پایین اومده. البته با گسترش بیماری کرونا که منجر به رکود اقتصادی در جهان و کاهش تقاضا برای نفت شده، نویسنده معتقده که قیمت حتی به زیر 40 دلار هم خواهد رسید و در این صورت در واقع کشورها در بودجه‌های خود که برای قیمت نفت پیش‌بینی‌هایی داشتند به شدت متأثر شده و نخواهند تونست تعادل بودجه‌ای به وجود بیارن. دیرتر باز هم به فرشته قاضی باز خواهیم گشت. شنوندگان و بینندگان عزیز، صبح همه شما بخیر. اجازه بدید که به افغانستان بریم. منابع نزدیک به عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی اشرف غنی، مدعی‌اند که به دنبال پادرمیانی مقامات آمریکایی مراسم تحلیف هر دو نفر به تعویق افتاده. فضل احمد معنوی از مشاوران ارشد آقای عبدالله گفته که مراسم دو تحلیف جداگانه در کابل برای به دست آوردن وقت برای گفتگوهای بیشتر به تعویق افتاده. یک منبع نزدیک به آقای غنی گفته آنها هنوز از تعلیق این مراسم آگاهی ندارند. ریاست اجرایی هم خبر تأخیر مراسم تعلیف آقای عبدالله رو تایید نکرده. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که محمد اشرف غنی امروز دوشنبه مراسم تحلیفش رو به جا میاره. بشیر بختیار از کابل گزارش میده. گزارش‌های متناقض از کابل در مورد اینکه کی خودش را امروز رئیس جمهور کشور اعلام خواهد کرد، اشرف غنی یا عبدالله عبدالله. شاه حسین مرتضوی یکی از مشاوران تیم اشرف غنی بامداد امروز به بی بی سی گفت که مراسم تعلیف آقای غنی به اساس برنامه قبلی و با حضور داشت 4000 مهمان در ارگ ریاست جمهوری امروز به طور قطعی اجرا خواهد شد. اما فضل احمد معنوی، یکی از نزدیکان عبدالله عبدالله، هم در صحبت با بی بی سی تاکید کرد که تعلیف دو طرف با پادرمیانی مقامات آمریکایی به تعویق افتاده است. در این زمان یک منبع معتبر دیگر که در برگزاری مراسم تعلیف آقای غنی نقش دارد تایید کرده است که تعلیف آقای غنی امروز اجرا خواهد شد. او گفت 30 سفیر خارجی در این محفل حضور خواهند داشت. پیش از این فضل احمد معنوی در پایان یک رشته توییت‌های شبانه گفته بود که بلاسر تلاش‌های مقامات آمریکایی تحلیف هر دو طرف به تعویق افتاده است. با گفته ای آقای معنوی، زلمه خلیزاد این خبر را رسما با جانب سپیدار شریک ساخته است. آقای معنوی در پایان توییتش هرچند گفته بود که هرگاه ترفند در کار باشد، قصر سپیدار در فاصله چند صد متری ارگ حتما شاهد تعلیف دکتر عبدالله خواهد بود. آقای معنوی در توییتش گفته بود که این سازش پس از تلفن مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و اشرف غنی حاصل شده است. مقامات آمریکایی با ویژه آقای پامپیو تاکید کرده بودند که از فشار روی دو طرف کار خان گرفت و اجازه نخواهند داد فضای به وجود آمده به دنبال امضای توافق با طالبان
برهم بخورد. کابل در زمان درگیر جدال برای دو مراسم جداگانه به اصطلاح تاج پوشی شده که نگرانی از بی‌ثباتی سیاسی در کشور به اوجش رسیده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پشتیبان اصلی حکومت افغانستان هم از امکان چیره شدن طالبان بر کل کشور سخن زده است. اشرف غنی در انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات با به دست آوردن 50.64% آرا برنده اعلام شد. اما رقیب اصلی او عبدالله عبدالله این نتیجه را خیانت و کودتا خوانده اعلام کرد که خودش نیز همزمان با آقای غنی مراسم تألیف را در کابل به جا خواهد آورد. بشیر بختیار گذشت می‌دادم، ما اجازه بدید که زنده به کابل سفر بکنیم، جایی که همکارم خلیل نوری خبرنگار ارشد بی بی سی از دفتر کابل با ماست. خلیل، از آخرین خبرها بگو، انقدر گزارشایی که میاد زد و نقیص هست که باید لحظه به لحظه دنبالش کرد. دقیقاً بحث مراسم تحلیف در دنیای از حالا و ابهام در حال برگزار شدن است، ولی در تازه ترین تحول حالا ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که مراسم تحلیف محمد اشرف غنی بعد از ظهر امروز برگزار میشه، حالان که قبلا پیش از چاشت تمامی مهمان ها دعوت شده بودند به این مراسم. هنوز معلوم نیست دلیل این تاخیر چی هست، ولی بدانیم که از دیروز تا به حال را مذاکرات جدی بین با میانجیگری زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میان هر دو طرف جریان دارد. دیروز حدود 5 تا 6 بار آقای خلیلزاد با دسته انتخاباتی آقای عبدالله و همچنان با ارگ دیدار کرده. صبح هر دو با آنکه دیشب تا دفتر آقای عبدالله میگه دیشب توافقات به خاطر لغو و یا هم تاخیر مراسم تحلیف هر دو طرف به دست آمده بود، اما پس از اینکه ارگ تصمیم گرفت مراسم تحلیف برگزار کنه، آقای عبدالله هم مراسم تحلیف خود را به جا خواهد کرد. هر دو هم ارگ و هم قصر سپیدار تدابیر خود را گرفتن. مهمان ها تصاویری که ما به دست آوردیم نشان می‌ده که مهمان‌ها در حال ورود هم به ارگ هستند و هم ادعای در قصر سپیدار تجمع کردند. خلیل، اما این به نگرانی‌ها دامن می‌زنه، خصوصا در شرایطی که امروز افغانستان درش هست، شرایط عجیبی هست و مراسم تحلیل ریاست جمهوری می‌خوندم که بسیاری از رسانه‌ها صحبت از دوران بحرانی جنگ قدرت دوباره در افغانستان می‌کردند. بله، توصیفی که از وضعیت فعلی در افغانستان مطرح میشه بحران انتخاباتی و یک کشمکش سیاسی است. چون افغانستان تجربه بد از این وضعیت داشته که همش جنجال و بحران انتخابات سال 2014، انتخابات سال 2009، همه اینها نگرانی جدی در بین مردم مطرح است که افغانستان به کجا خواهد رفت. از صبح، از دیروز البته، تدابیر امنیتی در شهر کابل خیلی شدید است. امروز صبح هم که ما به طرف دفتر می آمدیم، تمامی جاده های منتهی به منطقه مرکزی که خصوصا اطراف جاده های اطراف ارگ و سپیدار نیروهای امنیتی زیاد مستقر شده، جاده ها همش مسدود هستند. امروز تنها در کابل تعطیلی عمومی اعلان شده تا به خاطر برگزاری مراسم و همچنان جلوگیری از وقایع امنیتی. و خلیل، سال آخرم از تو این هستش که گفتی که شرکت کنندگان دارن وارد قصر سپیدار و همینطور ارگ ریاست جمهوری میشن، آیا همچنان احتمال کنسل شدن این مراسم وجود داره؟ تجربه انتخابات قبلی، انتخابات سال 2014 که منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد، نشان میده که مذاکرات جدی بین دو طرف جریان داره. آنچه را که دیروز اطرافیان آقای عبدالله میگفتنی است که بحث روی حکومت مشارکت است، یعنی هر دو تیم در این انتخابات سهم داشته باشند. اما آنچه مورد اختلاف نظر بوده بحث نحوه حکومت بوده. هنوز معلوم نیست، ولی آنچه که ارگ به او تاکید داره ای است که مراسم تحلیف در ارگ ریاست جمهوری بدون قطعی است و بدون امکان لغوش وجود نداره. تشکر میکنم خلیل نوری خبرنگار ارشد ما که از کابل با ما صحبت میکرد. روز بسیار شلوغی خواهی داشت خلیل، امیدوارم که شنوندگان و مخاطبان بی بی سی فارسی با تو همراه باشن در طول
روز. اجازه بدید که در این میانه راه شنوندگان عزیز نگاهی بندازیم به سرخط چند خبر. با مرگ 133 نفر شمار قربانیان بیماری کووید 19 در ایتالیا به 366 نفر رسیده. وزارت بهداشت ایران هم آمار جدید قربانیان ویروس کرونا رو 194 نفر و مبتلایان به آن را 6566 نفر اعلام کرده است. و در این 19مین روز از اسفند ماه دمای هوا در لندن حالا 5 درجه است و قرار هستش که هوا آفتابی باشه. البته در طول روز در پایان روز در غروب شاهد بارون خواهیم بود. تهران حالا 7 درجه است، تبریز 3، مشهد 1، رشت 6، کرمان 6، عراقی 1، اصفهان 0، بندر عباس 20، کابل 6، مزار شریف 6، هرات 1 و دوشنبه در تاجیکستان حالا 3 درجه است بالای 0. در ادامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی شنوندگان عزیز خبرها رو پی می‌گیریم و سفری موزیکال خواهیم داشت به هر دو سوی آمو. این برنامه فارسی بی بی سی است که از لندن پخش میشه. به نیمه دوم چشم‌انداز بامدادی بی بی سی خوش آمدید. من علی حمیدانی هستم. 10 روز پیش ترکیه اعلام کرد که از پلیس مرزی خواسته جلوی خروج مهاجران به کشورهای اتحادیه اروپا را نگیرد. مهاجران هم بی‌خبر از همه جا عزم سفر به اروپا کردند، غافل از اینکه بلغارستان و یونان مرزهایشان را سفت و محکم بستند تا کسی نتواند عبور کند. عده زیادی از پناهجویان که اهل ایران و افغانستان و سوریه و کشورهای دیگر خاورمیانند در مرزها بلا تکلیف ماندند تا دیروز که رجب طیب اردوغان گفته مرزها مجدداً از جانب ترکیه هم بسته خواهد شد. از تورش اتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام پرسیدم ریشه دور جدید این بحران پناهجویان را در کجا باید جست، در ترکیه یا اروپا؟ بیش از 10 سال پیش بی بی سی یک مستندی درباره مهاجرت تهیه کرد که خبرنگار بی بی سی در مناطقی از آفریقای مرکزی با مردان و زنانی روبرو شد که پای پیاده به طرف شمال در حرکت بودند و قرار داشتند که از مدیترانه رد بشن و به اون طرف آب برسن. وقتی که خبرنگار بی بی سی پرسید که کجا دارید میرید، گفتن که ما میدونیم که یه جایی هست به نام اروپا که اونجا آب زیاده، ما چندین سال متوالی اینجا خوشسالی داشتیم، حالا میخواییم بریم اونجا زندگی کنیم. این در مورد بسیاری از پناهندگانی که در حال حاضر با این وضعیت مشقتبار در ترکیه زندگی دارن میکنن هم مصداق داره. و اگر وضعشون بپرسید میگن که خب به دلیل مشقت هایی اشکالات فراوونی که ما داشتیم در کشور خودمون دیگه نتونستیم اونجا زندگی کنیم، ولی حقمونه که بریم به اروپا. برای ما توجهی هم نمی کنن به مرزهای سیاسی، به دولت ملتهایی که شکل گرفته و از این دست. آقای اتابکی، کارنامه ترکیه در زمینه برخورد و پناهجوها در طول سالهای گذشته کارنامه بدی نبوده. ترکیه خانه امن بوده برای بسیاری از پناهجویان که میخواستن از طریق دفتر کمیساریای عالی حقوق پناهجویان سازمان ملل متحد به کشورهای سومی مانند آمریکا و اروپا برن. هزاران پناهجوی ایرانی، حدود 9000 پناهجوی ایرانی در ترکیه زندگی میکنن. از اقشاری از جامعه میان که در کشورهای همسایه ایران یا افغانستان امکان زندگی کردن ندارن، از پناهجویان بهایی، از پناهجویان دگرباش، پناهجویان نوکیش مسیحی. اتفاقی که افتاده، استفاده ترکیه از پناهجویان برای تهدید اروپا آنطور که تفسیر شده توسط بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها، آیا این چهره ترکیه رو مخدوش میکنه و آیا اصلا برای ترکیه مهم هست که چنین وجهی داشته باشه؟ خب برای ترکیه بسیار بسیار مهمه که یک چهره بسیار مورد قبولی رو در صحنه روابط بین الملل داشته باشه. اما مشکل بزرگ ترکیه در حال حاضر به داوری من پناهنده ها نیستن. مشکل بزرگ ترکیه در حال حاضر مسئله سوریه است که مثل باطلاقی میبونه که ترکیه گام به گام داره به اون نزدیکتر میشه و فرو میره در این باطلاق. در حال حاضر دولت ترکیه یک سیاست دوگانه ای رو داره دنبال میکنه در مورد مسئله پناهندگان. این که میخواد در حقیقت کشورهای اروپایی رو تحت فشار قرار بده، گمان داره که کشورهای اروپایی به سهم خودشون برای حمایت از دولت ترکیه در قبال مسئله پناهندگان وفا نکردند. 40 میلیارد آقای اردوغان مدعیه که دولت
ترکیه 40 میلیارد دلار خرج پناهندگان کرده و دولت‌های اروپایی تنها 3 میلیارد به ترکیه دادن، قرار بوده حتی دو برابر این بدن بر اساس اون توافقنامه سال 2016 که ندادن. اما اون چیزی که در حقیقت برای اردوغان در حال حاضر مهمه اینه که چطوری میتونه از کارت پناهندگان استفاده کنه تا اون بخشی از گروهی از اعضای اتحادیه اروپا که عضو ناتو هستند رو وادار کنه که همخوانی بیشتری با سیاست‌های ترکیه در سوریه داشته باشد. گفتگو می‌کردم با تورج عطابکی. سلام ویژه‌ای من به همه شما شنوندگان این برنامه از طریق امواج رادیویی. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485، 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22، 25 و 31 متر برابر با 13750، 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. ممنونم که روزتون رو با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز میکنید. شنوندگان و بینندگان عزیز، اجازه بدید که بازگردیم به فرشته قاضی و بخش دوم مرور مطبوعات. بررسی روزنامه‌های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با مردم علیه مردم از همدلی، کرونا و فرهنگ از اطلاعات و در نهایت هم نه کرونا نه تحریم از شرق. مردم علیه مردم، ماجرا چی از روزنامه همدلی؟ عادل جهان‌آرای به تصاویری اشاره کرده که در شبکه‌های اجتماعی از برخورد برخی از مردم شهرهای استان‌های شمالی با مسافرانی که قصد ورود شهر یا استان اونها رو داشتن صورت گرفته. آقای جهان‌آرای نوشته که آنچه که این تنور رو گرم کرده و باعث شده مردم برخی شهرها در مقابل هموطنان خود قرار بگیرند، نوع مواجهه مسئولین دولتی با مسئله قرنطینه استان‌هایی که به کانون ویروس کرونا تبدیل شدن. وقتی اعلام میشه که برخی استان‌ها مبادی ورودی به استان رو بستن و این عمل با دستور استانداران صورت گرفته، خود به خود ایمنی روانی برای شهروندان ایجاد میشه. اما وقتی بعد از چند ساعت این قانون لغو میشه، به همون نسبت هم شهروندان استان دچار ترس و وحشت از افزایش بیماری کرونا با هجوم مسافران میشن. به اعتقاد نویسنده، نبود یک وحدت رویه مشخص در برخورد با مسائل در ارتباط با کرونا و تصمیم گیری های مختلف در کانون های گوناگون باعث شده مردم به جای احساس آرامش به صورت هیجانی احساسی در مقابل هم قرار بگیرن. و روزنامه اطلاعات کرونا و فرهنگ عنوان مطلبی است که منتشر کرده امروز. علیرضا خانی سردبیر این روزنامه هم به نقد رفتار مردم پرداخته در مواجهه با بیماری کرونا و در واقع نوشته که وقتی وزارت بهداشت و ستاد کنترل کرونا مدارس دانشگاه‌ها رو تعطیل اعلام می‌کنن و از مردم می‌خوان به ضرورت از خونه خارج نشن، ناگهان جاده‌های شمال شاهد هجوم خودروها میشه. یا از سوی دیگه وقتی میگن حتی به اماکن زیارتی نرید، ذریح رو نبوسید، به یک بار کسانی پیدا میشن که فیلمشون منتشر میشه که دارن ذریح رو می‌لیسن. نویسنده معتقد این کارها رو کسی از خارج به ما ایرانی‌ها نیاموخته، اینا از درون همین جامعه برمیخیزه، جامعه‌ای که در عین همه خوبی‌ها و عظمت‌هایی که داره از شکاف فرهنگی رنج می‌بره و نظام آموزشی منضبط، دقیق و اصولگرایی نداشته که بتونه با تقویت نیروی درونی نهاد آدم‌ها از دست دادن برخی افراد به تحریف، دروغ، سوداگری، شیادی و کلاهبرداری پیشگیری بکنه. و شرق مطلبی داره زیر عنوان نه کرونا نه تحریم. شرق رفته سراغ دلیل ممنوعیت پروازهای ایرانی به اروپا، این رو بررسی کرده و لیلا مرگن در این روزنامه نوشته که هواپیمایی ایرانی اعلام کرده در اطلاعیه‌ای که بنا به دلایل نامعلوم پروازش به اتحادیه اروپا لغو شده. اما بسیاری از رسانه‌ها در داخل ایران شرایط رخ داده رو ناشی از شیوع کرونا اعلام کردن. این در حالیه که این مسئله ارتباطی با کرونا نداره و دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفته که ناشی از تحریم‌هاست. روزنامه شرق
نوشته که این مسئله در واقع ربطی به تحریم ها هم نداره، چون به جز ممنوعیت هواپیمایی ماهان که حتی در ارائه خدمات هم مشمول تحریم های آمریکا شده، نام هیچ یک از ایرلاین های ایرانی در لیست تحریمی آمریکا مشاهده نمیشه. فردا هم با فرشته قاضی همراه خواهیم شد. شنوندگان و بینندگان عزیز، اجازه بدید که پیام های شما رو، تعدادیش رو البته براتون بخونم. امید نمیشه افرادی که میگفتن کرونا توطئه استکبار برای انتخابات مجلس و طراحی شده علیه جمهوری اسلامی، حالا که آمار مبتلایان و قربانیان کرونا مثلا در ایتالیا بیشتر از آمار رسمی ایران شده، این تناقض رو چطوری میخوان توجیه بکنن؟ آیدین نوشته: سلام، مشکل بزرگ و فوری در شرایط بد اقتصادی و به ویژه وضعیت تحریم اقتصادی در ایران این است که خیلی از بیمارستان‌ها که مراکز اصلی درمان محسوب میشن با کمبود وسایل برای کادر درمانی مواجه هستند، به ویژه در گیلان. شنونده دیگه‌ای برای ما نوشته، محمد برای ما نوشته: بار دیگر بیکفایتی مقامات جمهوری اسلامی مشخص شد، برای اینکه آنها آمادگی مدیریت بحران ندارند و سرشان جای دیگری گرم است. شنونده دیگه ای نوشته: برخی اتاقهای فکر سپاه پاسداران که کرونا را محصول جنگ بیولوژیک آمریکا و غرب علیه ایران و چین تفسیر میکنند، پاسخشان به شمار تلفات انسانی ایتالیا و آمریکا چیست؟ به نظرشان چاقو ماسه خودش را میبارد. منظور دسته خودش هست شاید. حامد جان، عرض کنم که پیام دیگه ای، محمد جان درست میگه، دیروز پیام هیچ کس خونده نشد چون فرصت نکردیم، اونقدر خبرها زیاد بود. سارا نوشته: بحران مدیریت در جمهوری اسلامی هر روز جان میگیرد، یک روز با سیل است، این بار با شیوع کانادا. بسیار سپاسگزارم از همه شما که پیام فرستادید. بازم اگر که فرصت شد پیام شما رو خواهم خوند. بریم سراغ خبرهای ورزشی. خبرهای ورزشی امروز صبح با پویای ژافره. بله، اخبار ورزشی ما مثل چند شب گذشته با اخبار تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا شروع می‌کنیم. دو جلسه اضطراری کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهرهای دوحه و دبی برگزار شد با حضور نماینده‌های اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس، و تصمیمی که الان کنفدراسیون فوتبال آسیا برای لیگ قهرمانان آسیا گرفته اینه که هفته‌های سوم چهارم اون در مقاطع دیگه برگزار میشه. کلاً مسابقه‌ها به تاریخ‌های عقب‌تر شیفت خواهند شد و به نظر میرسه که همین مرحله گروهیش هم تا اردیبهشت ماه ادامه داشته باشه، تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه داشته باشه. معمولا سعی میکردن که در شرق آسیا در این مقاطع برگزار بکنن، در غرب آسیا به خاطر اینکه تو همین کشورهایی که صحبت میکردیم هوا بسیار گرم میشه تو ماهای تابستون و امکان فوتبال بازی کردن کم میشه، میذاشتن در تاریخهای دیرتر. ایران مشکلاتش فقط یکی از مراکز شیوع کرونا بودن نیست. الان ما میدونیم طبق اون نامه‌ای که از فیفا به ایران رسیده، حضور زنها در استادیوم ها یک باید هست. در بازی های برگشت مسئله امنیت ایران هم مطرح بوده. بعید به نظر میرسه که این نماینده های ایران دیگه بتونن بازی رو در خاک ایران برگزار بکنن. از طرف دیگه بعد ببینیم که امروز در جلسه ای که با فیفا کنفدراسیون فوتبال آسیا داره چه تصمیمی برای بازی‌های ملی گرفته میشه. با توجه به اینکه کل فصل فوتبال‌ها در کشورهای مختلف دارن کش میان و میرن به سمت تابستون، اون هفته‌هایی که برای بازی‌های فیفا کنار گذاشته شده بود اونها هم دارن عقب برده میشن. مسابقات فوتبال در ایتالیا این روزها چطور برگزار میشه با توجه به شیوع ویروس کرونا؟ 5 تا مسابقه دیروز بدون حضور تماشاگران برگزار شد. مسابقه مهم رو یوونتوس تونست 2-0 از اینتر ببره. از دو تا شهر مهم در شمال ایتالیا این دو تا تیم شرکت داشتن بدون تماشاگر، البته یوونتوس از تورین و اینتر از شهر میلان. صحبت این هستش بین خبرنگارای ایتالیایی، بین حتی سیاستمداران ایتالیایی، که این فصل رو شاید نتونن به پایان برسونن با وضعیت قرنطینه تقریبا نصف پولدارتر کشور ایتالیا در شمال این کشور. واقعا مشکلات زیادی دارن برای اینکه بخوان این بازی ها رو به پایان ببرن. معلوم نیستش که بعد از مسابقه این هفته و اخباری که در مورد تعداد کشتار قربانیان بیمار کرونا در ایتالیا شنیدیم کی دوباره اثر گرفته بشن. در فوتبال انگلیس هم این نتیجه مهم، منچستر یونایتد 2-0 منچستر سیتی رو برد. انگلیسی هم عشق این هستن که آمارای عجیب غریب پیدا بکنن، مثل اینکه اگه منچستر سیتی دو بازی بعدی خودشو نبره، لیورپول قبل از اینکه دوباره به زمین بره ممکنه که قهرمان انگلیس بشه.
خیلی خوب، قبل از اینکه بریم سراغ از دو سوی آمو، این رو خدمت شما بگم که اگر که در منزل هستید و اگر دوست دارید، فرصت بیشتری دارید تا به رسانه ها توجه بکنید، دوست دارید که بشنوید، میتونید همیشه برید به ساوندکلاود بی بی سی پرشن، soundcloud.com/bbcpersian، و اونجا آرشیو بزرگی از مجموعه هایی که ما تولید کردیم در طول این سالها وجود داره، برای اینکه دانلود بکنید و بشنوید. مجموعه شنیدنی مثل چمدان، مثل قصه جمالزاده، مثل قصه مرضیه خواننده، مثل قصه خانم دلکش و بسیاری از این مجموعه های هنری و فرهنگی غیر خبری که در طول همه این سالها بخش فارسی بی بی سی تولید کرده، اونجا قابل دسترسی، قابل دانلود کردنه. میتونید دانلود بکنید و گوش بکنید و وقت بگذرونید. یک بار دیگه تکرار میکنم، soundcloud.com/bbcpersian یا از طریق وبسایت ما bbcpersian.com در صفحه رادیو. بسیار سپاسگزارم از همه شما. اجازه بدید بریم خبرها رو بذاریم کنار، سوار بر قالیچه موزیکال از دو سوی آمو بشیم و سفر بکنیم به افغانستان و تاجیکستان و دنیای قشنگ موسیقی آسیای میانه. درود بر شما، زیورشا محمد هستم. امروز دوشنبه 19 اسفند 1398 خورشیدی است، برابر با 9 مارس 2020 میلادی، و مثل چشم به هم زدن برکاسا هفته پشت سر شد و دو سوی آمو با تازه های موسیقی تاجیکستان و افغانستان تازه از راه رسید. امیدوارم امروز خودتون رو با یه دنیا امید و با یه بغل آرزو و یه عالم انرژی مثبت شروع میکنید. هم بروید هم ببوید هم بکوید، عاشقم هم بنامد بر سلامت بر کلامت، عاشقم در چشمانت شعری سفر، از بحر عشقم نگذر، یا مرا ببر یا خودت بیمان در کنارم یار. دلی 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 که خسته از غمی 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 تو شکسته، تا بکر تا کجا ای غافل، دوری 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 از دل. دلی 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 که خسته از غمی 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 تو شکسته، تا بکر تا کجا ای غافل، دوری 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 از دل. برای نخستین بار در برنامه از دو سوی آمو آهنگی را از امین یوسفی، آوازخوان جوان تاجیک، داریم. آهنگ زیر عنوان دلک خسته. روی دنیا با امیدی با تو بودن زنده ام، با امیدی با تو شعری دل سرودم زنده ام، در چشمانت شعری سفر، از بحر عشقم نگذر، یا مرا ببر یا خودت بیمان در کنارم یا. دلی 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 که خسته از غمی 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 تو شکسته، روز 8 مارس روز جهانی زن بود که سالانه میلیون ها زن و مرد در سراسر جهان به ترتیب اجتماعات و گردی همایی ها این روز را گرامی می دارند. شروع از سال 2009 میلادی با قرار رئیس جمهور تاجیکستان، 8 مارس در تاجیکستان به روز مادر تغییر نام کرد. من امشب از خدای خش، از عرش کبریای خش، صحت مندی طلب دارم با مادر جانی بمارم. خداوند آمی آزارش، به دست درد مسپارش، بکوی خوسم اگذارم. آهنگ مادر از محمد رفیع و خواهرش نازیه کرامت الله را میشنوید که در اوایل سال 2020 میلادی منتشر شده بود این آهنگ. خدای پاک من بی طبق معمول در این روز در تاجیکستان برنامه‌های تفریحی و هنری با شرکت آوازخوان‌ها برگزار می‌شود که از شهامت و بزرگی زن و مادر آهنگ‌ها اجرا می‌کنند. چه قربان تویم، نیمه جان تویم، آچه ای آچه جان، درد دامان تویم.
شعر این آهنگ زکیه یکی از آوازخوان‌های جوان تاجیک را آرزو ایسایف نوشتم. موسیقی از ساخته‌های دوران رحمتزاد. کار تکمیل و تدوین این آهنگ را یعقوب عبدالله و محسن شکر انجام دادند. خسته‌ای لیک نمیگوی بکست تا با فریاد سرانجام نفس به تو ای آچه حکی خسته من این جهان تنگ تر از حجم قفس آچه دامانی تو یک پار بهار نور چشمانی تو یک خانه شرار التجا میکنم ایوان خدا سری آشنایی آهنگ گل عاشق از محبوب ترین آهنگ های محلی و مردمی در افغانستان است که فرزاد حیدری چند ماه قبل ورژن صوتی این آهنگ را منتشر کرده بود. همین چند روز قبل نماهنگ جدید این ترانه که در طبیعت زیبای تاجیکستان با کارگردانی رامش عمرزاد فیلم برداری شده به بازار آمد. گل عاشق بروی در پشت بام دلبر یک دانه تو جان منی کمی آیسته گیره منزن آمد من و تو پروانه جانان منی توجه کن که کس سودانه کرده دلبر یک دانه تو جان منی که رسوایی نشست دار خامد من و تو پروانه جانان منی از برم رنجیده میری نالم نشنیده میری گیریم خندیده میری فتار تار دستم ولو خیار دستم عاشق با چشمان سیاه پرخمار دستم ولو خیار دستم عاشق با چشمان سیاه پرخمار دستم ولو خیار دستم نفسی حیات بخشد به هوای بام دادی لب مست آفریند و شراب ناب ماند نفس بخشی هوایم شد عزیز و آشنایم شد در این خاموشی رویا بیا و هم صدایم شد نفس بخشی هوایم شد عزیز و آشنایم شد در این خاموشی رویا بیا و صدایم شد در این بن‌بست خاموشی تنم خواهد هم آغوشی دلم خواهد رسیدن را به دنیای فراموشی در این بن‌بست خاموشی تنم خواهد هم آغوشی دلم خواهد رسیدن را به دنیای آشنایم شد در این خاموشی رویا بیا و هم صدایم شرکت قیام انترتیمنت نماهنگ جدید نگینه امان قلاوا نگینی پر جلای دنیای موسیقی تاجیکستان را به بازار عرضه کرد زیر عنوان نفس بخش حیاتم. متن این ترانه را آرزو ایسایف نوشته. موسیقی از ساخته های دوران رحمتزاد. کاری کارگردانی این نماهنگ را مهراب میرزا انجام داده است. جهانی تازه بین ما منم دیوانه ای رسوا مرا دیوانه تر بین ما با پشتی رفزنی چشمم جهانی تازه بین ما نفس بخشی هوایم تو سر به نازی ای دخت هرات چه دل نوازی ای آب حیات وقتی میرقصی با ناز و ادا محو جمالت
این آهنگ زیبای هراتی از قاسم جامی زیر عنوان حسی خاص که شعر و موسیقی اش را قاسم خودش نوشته و کار تکمیل و تدوین این آهنگ را امام علی زرنگار انجام داده است، برنامه این هفته را به پایان میبرم. میروم تا دوشنبه دیگر با دو سوی آموی دیگر با شما باشم. بدرود و خدا نگهدار. مواظب خودتون باشید. وقتی که یادت میکنم بیا به پیش من. و به این ترتیب به پایان ساعت اول چشم‌انداز بامدادی رسیدیم. شنوندگان و بینندگان عزیز، پخش تلویزیونی ما تا لحظات دیگر به پایان خواهد رسید. ساعت دوم چشم‌انداز رو تا کمتر از یک دقیقه دیگر آغاز خواهیم کرد.